سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز چند خبر کوتاه. عدم مصرف بودجه انکشافی در کشور زیانبار است و این کار سبب شده تا بسیاری از چالش‌های موجود در کشور حل نشود. سناتوران در مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند که به علت کمکاری برخی وزارت‌ها کار بسیاری از پروژه‌های انکشافی تکمیل نشده است. مدن افغانستان فرصت رقابت‌های ناسالم و ادامه جنگ میان گروه‌های راس‌افغان را فراهم کرده است. معاون دوم رئیس جمهور با ابراز این مطلب می‌گوید عدم مدیریت ذخایر طبیعی در کشور ناامنی و فساد را نیز گسترش داده و گروه‌های راس‌افغان از آن سودجویی می‌کنند. از سوی هم سفیر اتحادیه اروپا در کابل ادامه استخراج غیرقانونی مدن در کشور را چالش جدی برای ثبات افغانستان می‌داند. و اینجا برای بحث بیشتر عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن با ما هستند. آقای مطفی سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. سلام بر شما. آقای مطفی در حال حاضر وضعیت معدن کشور دقیقاً چگونه است؟ تشکر. وزارت معدن پترولیم در یه آخر یک نقشه را ایجاد کرده که ایده این نقشه عمدتاً دو بحثی عمده مطرح است. بحث اولی موارد ابتدایی است که ما در کدام حالت قرار داریم و کدام وضعیت قرار داریم که چی نوع تدبیر باید صورت بگیره از لحاظ مدیریت قراردادها، استخراج غیر قانونی، جذب سرمایه گذاری ها و سایر موارد است که ما در این نقشه را گنجانیدیم. بحث دومی ما دیدگاه منظم دولت افغانستان برای 5 سال در این سکتور چی است. طوری که شما در جریان هستین که در کنفرانس سوم یکی از تعهدات دولت افغانستان به جامعه بین المللی بوده که شفافیت در روند منابع طبیعی و استخراجی باید به وجود بیاید. از این لحاظ ما کاملا یک دیدگاه منظم را به خاطر استخراج منابع طبیعی داریم و عملا ما سایر اقداماتی را کردیم که این سکتور به یک سکتور فرصت تبدیل بسازه، به یک سکتوری که در اونجا شفافیت و حسابدهی باشد، یک سکتوری که اونجا امکانات جذب سرمایه گذاری ها باشه و این روند کاری طوری باشه که این سکتور مبدل به یک سکتور فرصت و سکتور شود که تأثیر مستقیم بالای اقتصاد افغانستان داشته باشه. از این لحاظ ما عملا در افغانستان با سکتور معدن یک دیدگاه منظم داریم. سیاست اقتصادی، سیاست خارجی دولت افغانستان شما دیدین که در یه آخر بسیار تغییر خورده. در سیاست اقتصادی دولت افغانستان کاملا تغییرات آمده، کاملا یک هدف واضح بیان شده که ما جذب سرمایه گذاری ها می خواهیم، ما در این بخش ریفورم می خواهیم و این روند ریفورم به طور منظم پیش میره. سرمایه گذاری ها در کدام بخش ها بیشتر صورت گرفته؟ بیشترین مهم ای است که ما مروند کاری منظم داشته باشیم که تا سرمایه گذاری خارجی مستقیم در افغانستان بیاید. ما در این اواخر تانستیم که در این نقشه ارائه که ما براتون بیشتر یاد کردم 5 مورد عمدتا ما اونجا بحث کردیم که موارد عمده اولی ریفورم بنیادی هست که در سکتور معدن باید به وجود بیاید. اداره سازی است که باید اداره باید منظم شود، به خاطر که روند اداره ما و سیستم ما باید طوری باشه که حداقل ما فانکشن های اداری را به طوری بسازیم که هم پروسه ها کوتاه شود، هم شفاف شود، هم الکترونیک شود. بحث دومی ما مدیریت معلومات جیولوژیکی هست. ما کاملا زیاد در این راستا تفحص و اکتشاف صورت گرفته در گذشته ها، سالهای گذشته و در اواخر هم صورت گرفته. این معلومات باید به طوری منظم مدیریت شود، این باید استفاده شود. سوم بحث ما مدیریت قرارداد هاست که ما قراردادها را به طوری منظم باید مدیریت بکنیم. ما در گذشته ها چند موارد کلی و تیره در قراردادها داشتیم. مثلا یک قرارداد 2 ورق بوده، یک قرارداد 90 ورق بوده. سیستم منظم یا عقد قرارداد وجود، البته اگر داشتم در ولایت ها صورت گرفته بود قراردادها، یک کاملا یک بی‌نظمی ایجاد کرده بود که دری نقشه را برشان یک دیدگاه منظم و یک سیستم منظم ایجاد کردیم. بحث چهارمی ما بحث جوابگویی و حکومت داری خوب است که ما یک پروسه جوابگو را داشته باشیم، هم از لحاظ جمهوری معلومات، هم از لحاظ مالیات، هم از لحاظ پرداخت ها، هم از لحاظ موارد مالی شفاف و حسابگو، به این معنا که ما یک روند شفافیت ایجاد بکنیم، یک روند جوابگو را داشته باشیم که هر کس معلومات کلی را داشته باشه درباره معدن افغانستان. بحث پنجمی ما بحث
انکشاف است، انکشاف پایدار است و محیط زیست است که و جذب سرمایه گذاری و سایر موارد است. اما ما در حال حاضر این نمی موارد عملی ساختیم. مثلا به طور عنوان ما یک سیستم ثبت رجستری کمپانی های معدنکاری را کردیم که در اینجا ما تمامی ظرفیت های شرکت های معدنکاری را ثبت و رجستر می کنیم. آقای مطفی، از این موارد دقیقاً چقدرش تا حالا عملی شد؟ عملا ما پیشتر براتون عرض کردم که ترتیب نقشه را بسیار مهم بوده برای ما و ما این در حال حاضر نقشه را غنی تر می سازیم. ایره به جامعه مدنی شریک ساختیم، ایره به جامعه بین المللی شریک می سازیم و شریک ساختیم و ایره به کارشناسان شریک می سازیم که تا نظریات وارا پیرامونی همین سکتوری سخراجی داشته باشیم تا این دیدگاه و یک دیدگاه مشترک به وجود بیاد. دومی که ما بتونیم یک دیدگاه کامل داشته باشیم که در اونجا تمامی مواردی که ما داریم در بخش مادن و مدیریت شود. بحث اساسی است که این نقشه را عملا در حال عملی است و عملا ما زیادترین مواردش در عمل انجام دادیم. مثلا مثال عمدهش که برتان ثبت رجستر کمپانی ها را گفتم، همین گونه جذب سرمایه گذاری ها را گفتم برتان که یک سیستم منظم باید وجود بیاید که این سرمایه گذاری ها مدیریت شود. و بحث اساسی به خاطر شفافیت و حسابدهی ما روند نشرات ما و روند معلومات ما تنظیم کردیم که ما بتانیم یک بالانس منظم را داشته باشیم که تا از این سکتور یک دیدگاه خوب به وجود بیا. از این لحاظ عملا این نقشه را در جریان کار است و عملا ما ایره عملی ساختیم. پروژه های بزرگ شما در سال روان دقیقاً چه هست؟ کدام پروژه هست؟ ما پروژه های متعددی را داریم در بخش معدن و در بخش خصوصا در سکتور استخراجی. یکی از پروژه های بسیار مهمی که و بنیادی که آل عملا سرش کار جریان داره پروژه تاپی است که کارهای پروژه تاپی بسیار به شکل منظم و نرمال پیش میره. یک تیم بسیار منظم و یک با نظارت منظم این پروژه پیش میره. این شکل ما پروژه بزرگی که عملا در افغانستان سی پروژه ها را ما ارزیابی میکنیم، نظارت میکنیم تا بتانیم پروژه ها را با انجام منطقی برسانیم. مثلا پروژه امو دریاس، پروژه مثل عینک است، پروژه سایر پروژه هایی که در بخش سکتور معدن وجود داره را باید به طور منظم انجام بتیم. و از این لحاظ ما در روند کاری خود و در نقشه رای خود تنظیمات را جور کردیم که هم بتانیم موارد ابتدایی را در سکتور معدن حل بکنیم و هم بتانیم پروژه هایی که در گذشته ها بوده و او را به انجام منطقی برسانیم. یعنی این پروژه ها در کار عملا که در کار است، در جریان است. پروژه های انکشافی ما زیاد تمرکز است که ما بتانیم پروژه های انکشافی داشته باشیم و از این لحاظ ما بتانیم یک سیستم کلی را ایجاد بکنیم تا بتانیم این سکتور را مبدل به سکتوری فرصت و سکتوری مبدل بسازیم که در اینجا امکانات و تسهیلات به وجود بیاد تا بتانیم این سکتور در بخاطر که این سکتور استفاده میشه، یعنی ما میتونیم استفاده خوبی را در اقتصاد خود داشته باشیم از این سکتور. شما دیدین که در گزارشات اواخری که بانک جهانی نشر کرده بود در اونجا گفته بودند که دو سکتوری که دولت افغانستان اقتصاد افغانستان به پای ایجاد کرده میتونه یکی سکتور زراعت است و یکی سکتور معدن است. یعنی دولت افغانستان هم بیشترین تمرکز بالای این سکتور داره تا بتونیم این سکتور را به طور منظم و به طور سیستماتیک پیش ببریم. در عرصه معدن یکی از نگرانی ها استخراج غیر قانونی از دقیقاً از استخراج غیر قانونی دقیقاً تا چه اندازه حکومت توانسته تلاش داشته باشه؟ استخراج غیر قانونی معدن یکی از معضلات بسیار بزرگی هست که همواره ما تلاش داریم که این معضله را حل بکنیم و دقیقاً شما میفهمید که استخراج منابع طبیعی به شکل بسیار غیر فنی و به شکل غیر منظم جریان داره و از این ساحات را مشخص ساختیم که ساحات در حدود 1000 الی 1500 ساحاتی بوده که در اونجا خطر ایزی وجود داشته که استخراج منابع طبیعی غیر قانونی صورت بگیره و این ساحات در وقتی زیاد میشه یا وقتی بالایش فشار میاد که استخراج غیر قانونی صورت بگیره میتونیم بگیم که ساحات را ما تفکیک ارزیابی کردیم و مشخصا معلومات کلیش به نیروهای امنیتی شریک ساختیم. این ساحات بیشتر کجاها است؟ خب در 34 ولایت افغانستان ما این مشکلات داریم. جایی که امنیت نباشه اونجا طبیعی است که استخراج غیر قانونی و غیر فنی صورت میگیره. اما بحثی است که ما یک تنظیم منظمه
ایجاد کردیم تا بتوانیم ما معلومات کافی را به نیروهای امنیتی شریک بسازیم. در ساحاتی که استخراج غیر قانونی صورت میگیره از این باید جلوگیری شوه و در اونجا عملا ما این موارد انجام دادیم. مثلا ما سایر نقاط را پاکسازی کردیم، یعنی معلومات کافی شو به نیروهای امنیتی شریک ساختیم. اما اینجا بحث اساسی است که وزارت معدن پترولیم من حیث یک سکتور اقتصادی ظرفیت نظارت را تا او وقت می داشته باشه تا اون جایی که امنیت باشه. بله. ما می تانیم نظارت از او ساحتی را بکنیم جایی که برای ما امنیت فراهم شود. یعنی بیشترین بول منابع استخراج غیر قانونی که جایی که هست به نیروهای امنیتی ما هست که مثلا و ساحتی را باید امن بکنه، در اونجا حکومت داری به طور منظم و عادی پیش بره. بعد از اون ما می تانیم یک پروسه نظارتی را پیش ببره. اما جایی که جنگ باشه ما نمی تانیم. چقدر با نهادهای امنیتی دقیقاً همکار هستین یا با اونا کار می‌کنین؟ دقیقاً ما یک طرح منظم را و یک مکانیزم منظم را ایجاد کردیم که نظر به اینمی مکانیزم ما تمامی موارد و معلومات خود را به نیروهای امنیتی شریک می‌سازیم. نیروهای امنیتی ما اینمی معلومات، نظر به اینمی معلومات تمامی موارد ارزیابی میکنه، تحلیل میکنه و چیزی که در اینجا مهم است که تصمیم گیری امنیتی را و تصمیم محافظتش نیروی امنیتی میگیره. یعنی ما معلومات کافی را برای زواد اختیار زواد میدیم و بعد از او و تصمیم میگیرن که در کدام ساحت بچینه و به کدام تکتیک پیش برن تا امو ساحت پاکسازی شد. ما عملا براتون بگم که ما در این اواخر به شورای امنیت که یکی از مهمترین ارگانی تصمیم گیری امنیتی در دولت افغانستان است توافق صورت گرفته تا مواردی بخش غیر قانونی، غیر معدنی که غیر قانونی استخراج میشه ما موارد شریک میسازیم به نیروهای امنیتی و به شورای امنیت و این شامل اجندا میشه. در اونجا باز فیصله ها صورت میگیره، ادارات مختلف امنیتی و مرتبط اونجا می باشد تا ساحاتی که مشخصا برایشان نظر به معلومات وزارت معدن پترولیم شریک ساخته میشه در اون ساحات برای ما تدبیرش میگیرن و عملا یا ساحات را پاکسازی کردن. در چقدر ساحات مثلا در پاکسازی شده از مثلا در سمنگان یک تعداد نقاط بوده، در پکتیکا بوده، در کندهار بوده و در سایر ولایت ها بوده که جایی که و ببینن یک بسیار مهمترین بحثی است، جایی که مخالفین باشه اونجا منابع طبیعی ما زیر خطر است، جایی که مخالفین باشه اونجا منابع طبیعی ما غیر قانونی استخراج میشه. از این لحاظ برای ما مهمترین بحثی است که امنیتی صاحب بسیار مهم است، به خاطر که تا وقتی که امنیت صاحب تأمین نشه ما نمیتونیم تیم های نظارتی خود اینجا روان کنیم، ما نمیتونیم محافظت و کلی را اونجا داشته باشیم. از این لحاظ برای ما مهمترین بحثی است که تا وقتی که پروسه امنیتی و ساحات بسیار به شکل منظم آرامش نداشته باشه و اونجا ساحات جنگ باشه ما نمیتونیم نظارت بکنیم. از این لحاظ استخراج صورت میگیره. اما استخراج یک موضوع بسیار اساسی است که استخراج به شکل بسیار بزرگم نیست، به خاطر که استخراج یک پروسه بسیار آرام و پروسی بسیار دقیق کار داره. از این لحاظ در ساحاتی که جنگ است مجموعا استخراج میشه اما بسیار به غیر فنی و به غیر قانونی و به شکل بسیار خراب. آقای مطفی گفته میشه که بعضی کشورهای هستند که در استخراج غیر قانونی معدن دست دارن که در حال حاضر مثلا پاکستان. خب بدون شک که ما یک سلسله مشکلات گفته شده که معدن لاجورد از سوی کشور پاکستان بدون شک حاضر برده میشه. بدون شک ما مشکلاتی را داریم در این راستا و ما بالای تدبیری کار کردیم که بعد از این بتانیم از منابع طبیعی و منابع استخراجی به طور منظم استفاده شود. شما سیاست اقتصادی دولت افغانستان در این گذشته ها دیدین که بیشترین تمرکز بالای سکتورهای هستند که در اونجا پتانسیل و ظرفیت وجود داره. معدن یک سکتور بسیار مهمی هست که بسیار رول عمده را بازی میکنه در اقتصاد افغانستان. از این لحاظ تصمیم گیری بوده و در یه آخر که من براتون گفتم که با نیروهای امنیتی و خصوصا با شورای امنیت که موارد شریک ساخته میشه و این شامل اجندا میشه، از این معلوم میشه که قابل ملاحظه تغییرات عمده آمده در این راستا که ما بتانیم جلوگیری بکنیم. اما معدن کشور یکی از بارزشترین ارزش ملی داره برای افغانستان. دقیقاً چرا اینجا بس که است که بیشتر تلاش های حکومت خیلی کم رنگ است و در این 16 سال تلاش جدی در این عرصه صورت نگرفته؟ ببینین حساب 16 سال خب مشکل است که ما برتون حال بگیم، به خاطر
که حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی افغانستان در اواخر به خاطر استخراج غیر قانونی یک تدبیری را داشته که تمامی قراردادها را بسته کرده بود. دلیل عمدیشی بوده که ما تا وقتی که ما یک سیستم منظم حقوقی را نداشته باشیم، تا اونجا ما نظارت نداشته باشیم یا حسابدهی نداشته باشیم، این قراردادها بسته است، بند است. یک دلیل عمده ای است که ما باید بتوانیم یک حسابدهی کلی را داشته باشیم که منابع ما باید چی گونه استفاده شود. به این خاطر خوی راهکار و این نقشه ای را که ترتیب شده و شما عملا دیدین که ای به شورای اقتصادی رفت و شورای اقتصادی هم نظریات خود را داشت در راستا که ما چی گونه بتوانیم این نقشه را غنی تر بسازیم. دولت افغانستان در این اواخر بیشترین تمرکز خود را بالای اینمی سکتور ها را کرده و ما برتان تدبیرش هم گفتم که پیشتر به خاطر که استخراج غیر قانونی بوده اینی موارد هست که بسیار به شکل و به شکل منظم و به مقام بسیار مقامات بسیار بالا این گپ مطرح شده که تا بتانیم این مسئله را حل بکنیم. دومی که جذب سرمایه گذاری ها بوده، شما دیدین که عملا کشورهای اروپایی، کشورهای غربی خود به شمول ایالات متحده آمریکا علاقمندی خود نشان دادن در بخش سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان. از این لحاظ ما تمرکز ما بیشتری است که ما برنامه‌ای را داشته باشیم که و عملا ما انجام دادیم برنامه را تا بتانیم روند کاری ما به طور شفاف حسابده و با تفکیک باشه. ما بتانیم که خود ادامه کار سرپرست ها در وزارت معدن دقیقا چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه روی استخراج غیر قانونی ما؟ خب ببینین این هیچ تأثیر نداره به خاطر که برای ما بسیار مهمی است که ما بحث ما بحث مسئولیت هاست که در اینجا مسئولیت است. بحث یک وزارت یا بحث لایحه وظایف است، بحث یک برنامه و استراتژی است. فکر نمی‌کنید که به ادامه کار سرپرست ها تأخیر در کار ای مده ای کدام نظر ندارم. البته ای که برای ما بسیار مهمی است که با شکل مدیریتی و شکل قانونی یک پروسه چگونه هست، مثلا استراتژی یک اداره چگونه هست که پیش بره و بحث ما بیشتر تمرکز بالای استراتژی داره که ما در استراتژی خود کدام کارها را، کدام اولویت ها را داریم تا او را انجام بدن تا این سکتور ما مبدل به یک سکتور فرصت بکنیم، سکتوری که دارای پتانسیل و ظرفیت خوب است و این را باید مدیریت بکنیم. با برنامه های شما چه تغییرات در این وزارت خواهد آمد؟ خب برنامه های ما براتون پیشتر گفتم که یکی خب پروسه بسیار مهمی که ما شروع کردیم اداره سازی است. در اداره سازی ما ظرفیت سازی را ایجاد کردیم که تا بتانیم ما ظرفیت های خوبی را داشته باشیم تا این تمام روند کاری را مدیریت بکنه. دومی که ما باید مدیریتی همین معلومات جیولوژیکی را که ما بتانیم اینمی معلومات هایی که در گذشته ها بوده ایر استفاده بکنیم، فرصت هایی که در اینجا وجود داره این فرصت ها را باید استفاده کنیم. سومی که مدیریت قرارداد ها است کاملا تغییر یک تغییر واضحه. بعد از این قرارداد ها شکل نیست که این قرارداد ها به شکل عادی است، مکمل یک پروسه نظارتی را طی میکنم، مکمل یک پروسه قانونی را طی میکنم، مکمل یک پروسه شفاف طی میکنم تا بتوانم قراردادها نظارت شوه، ارزیابی شوه، استخراجشان و پرداخت هایشان، تمام مالیاتشان که به خاطر که ما یگانه منبع عایداتی ما سکتور معدن است که باید به طور منظم شوه. چهارمی که ما حکومت داری خوب جوابگو ایجاد کردیم، ما عملا یک سیستم منظم ثبت شکایت ها را داشتیم، ما یک سیستم منظم دیتا سنتر را داشتیم، ما یک سیستم منظم همین تفکیک شرکت های معدنکاری را داشتیم تا بتانیم ما اولویت بندی بکنیم که کدام شرکت ها میتونن ظرفیتی را داشته باشند که امره ما کار بکنن یا قرارداد بکنن و اون مجموعاً سرمایه گذاری خارجی مستقیمی که در افغانستان میاد این باید به طور کدام شکل بیاد. یعنی بعد از این برنامه ها بسیار ساده، بسیار منظم و بسیار با استراتژی منظم و دیدگاه منظم است و یک بسیار مهمترین بحثی که ما میخوایم بگوییم که دیدگاه و نقشه رای که ترتیب شده این در حال حاضر تکمیل نیست و ما نظریاتی کاملا شرکای خود، کاملا کسایی که مرتبط هستن، کارایشان با وزارت معدن مرتبط هستن، با وا شریک ساخته میشه. ما نظریات کلی را جمع آوری میکنیم تا بتانیم یک نظریه خوبی را، یک دیدگاه خوبی را، یک دیدگاه مشترکی که در اونجا سرمایه گذاری ها، در اونجا ما مدیریت قراردادها، در اونجا ما حتی سکتور خصوصی را نظریه، حتی جامعه مدنی را که در بند مهم شفافیت و نظارت داره
دارن و حسابدهی را دارن. از این لحاظ این تمام پروسه کاملا بررسی میشه و یک عمدتاً که این نقشه را نظر به شکلش شریک ساخته میشه به همکارای بین المللی ما تا نظریات وارد داشته باشیم تا بتونیم یک دیدگاه منظمی در این راستا داشته باشیم. یکی از چالش های اساسی ناامنی دقیقاً در حال حاضر چقدر فرصت این وجود داره که سرمایه‌گذاران خارجی بیان اینجا در بخش مادن سرمایه‌گذاری بکنن؟ ببینید ساحتی وجود داره که در افغانستان که در اونجا سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم بیاد، ساحتی وجود داره که ما عملا دیدیم سرمایه‌گذاری‌ها آمادگی دارن، خود سرمایه‌گذاری داخلی آمادگی دارن که سرمایه‌گذاری بکنن، اما این ساحتی هست که در اونجا منابع طبیعی ما بسیار به شکل غنی وجود داره و به شکل منظم. ما تدبیر را ساختیم که اون ساحتی که منابع طبیعی زیادتر از شما خبر دارن که اکثرا منابع طبیعی ما در ولایت هست و اکثرا ولایت بسیار دور دست هستن، در اونجا یگانه بحثی که بسیار برای ما مهم است که امنیت بسیار مهم است که در جایی که امنیت باشه و در اونجا ثبات اقتصادی و امن تنظیم اقتصادی بسیار منظم میشه، ما میتونیم مدیریت خوبی را بکنیم، مدیریت پروسه های نظارتی را بسیار خوب مدیریت بکنیم تا بتونیم ما از منابع خود صحیح استفاده کنیم، این را استخراجش کنترل بکنیم و پرداخت هایی که یا میکنن و قراردادهایی که میشه شکل جوابگویی و شکل امو سیستمش بسیار منظم. از این لحاظ ساحتی وجود داره که کاملا ظرفیت زیرا دارن که سرمایه گذاری خارجی را و داخلی را جذب بکنه. ساحتی که ما برتون گفتم که زیر خطر است و ممکن است در اونجا استخراج غیر قانونی صورت بگیره، تدبیریشی است که با نیروهای امنیتی شریک ساخته میشه و بعد از این کاملا یک دیدگاه شما برای این مسئله چه تدابیر دارین؟ همین تدابیر ما این بوده که ما برتون پیشتر گفتم که ما تمامی موارد خود را با نیروهای امنیتی شریک میسازیم و یک قابل یادواری است که بعد از این یک کمیته مشترک هم ایجاد میشه که این کمیته کارش اینمی است که تا بتونیم ما شکلی یا سیستمی را ایجاد بکنیم که منابع طبیعی که استخراج میشه یا سوء استفاده میشه ای باید با گزارش و نظارتش به شکلی باشه که ما عملا تمامی معلومات های تکمیلی خود را به نیروهای امنیتی شریک بسازیم و ما باورمند هستیم که نیروهای امنیتی ما توانمندی زیرا دارن که ساحات را پاک بکنن، ساحات را از مخالفین پاک بکنن و شما بیشترین دیدین که در اون ساحاتی که مخالفین وجود داره، در اون ساحاتی که دشمنای افغانستان، دشمن مردم افغانستان وجود داره، اونجا منابع طبیعی ما به غیر قانونی استخراج میشه و سوء استفاده میشه. یک بحث اساسی بسیار مهمی است که یک روند کاری امی قراردادها که پس از سر شروع شوه، این قراردادها بسته شوه و تا هنوز فیصله نهایی تا هنوز در این راستا صورت نگرفته، بعد از این ما میتونیم بگیم که در این راستا کمک خواهد کرد که استخراج غیر قانونی، غیر فنی و غیر طبیعی بند شود. یعنی آقای مفید چقدر از استخراج غیر قانونی جلوگیری خواهد شد؟ ببینین ما در این بخش فیصدی مشخص را تعیین کرده نمیتونیم که امکانات زیاد است که ما کار زیاد بکنیم یا فیصدی زیاد را برتان بگیم، اما دلیلی است که ما وقتی که از استخراج احصایه نداریم و این گونه متاسفانه ما ساحت را نمیفهمیم که کدام ساحه امسال در امن است و سال بعد نامن میشه. از این لحاظ تدبیری است که ما بتاریم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در جاهای بیاریم، به خاطر که اگر کشورهای مثلا ایالات متحده آمریکا و کشورهای متعددی که خواهان سرمایه گذاری در افغانستان هستند در ساحتی بیاین، ممکن است منجر به یک امنیتی نسبی شوه و ساحتی که مثلا و عمدتا جاهایی که ثبات اقتصادی وجود به اونجا ثبات سیاسی به وجود میاد، ثبات کلی به وجود میاد. از این لحاظ ما به این عقیده هستیم که هرگاه سرمایه گذاری ها به طور منظم و به اون پلانی که ما داریم نظر به اینمی تطبیق شما، ما فیصدی زیاد را احتمال داریم که جلوگیری از استخراج منابع طبیعی شود و فرصت ها زیاد ایجاد شود. آقای مطفی خیلی کوتاه، مادن افغانستان با ارزشترین سرمایه افغانستان از دقیقاً، باز هم شما بر حل این چالش ها چه راهی دارید؟ بسیار منظم ما روند شفافیت و حسابدهی، روند بسیار منظم اداره سازی، روند مدیریت قراردادها، روند بسیار مهم جوابگویی و پاسخگویی و نظارت و جذب سرمایه‌گذاری و اولویت بندی سکتور معدن که ما بتانیم سرمایه‌گذاری ها را جذب کنیم و این سکتور مبدل به یک سکتور پرظرفیت، سکتوری که
مستقیما تاثیر بالای اقتصاد افغانستان و سکتوری که بتوانیم استفاده خوبی را بکنیم در پیشرفت افغانستان و ایجاد اشتغال زایی شود و بتوانیم ظرفیت های بالقوه را ایجاد بکنیم و بتوانیم این سکتور را با طور منظم استفاده کنیم. خیلی سپاس عبدالقادر مدفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، از اینکه شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 66 پول، یک یورو 79 افغانی و 89 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 83 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 62 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 2 پول، 1000 کلدار پاکستانی 641 افغانی و 1000 کلدار هندی 1062 افغانی و 8 پول. و این هم قیمت طلا. یک گرم طلای کویتی 2650 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2550 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2660 افغانی، یک گرم طلای عربی 2500 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2000 افغانی و یک گرم طلای روسی 2200 افغانی. و این هم قیمت مواد اولیه. یک کیلو شکر 50 افغانی، یک بوریارد خارجی 1130 افغانی، یک بوری برنج خارجی 2250 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک کیلو گاز 66 افغانی. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.